واحد اطلاع رسانی جنگ عراق با تروریسم در بیانیه ای اعلام کرد یکیگان مشترک از نیروهای ارتش و پلیس در استان دیاله عملیاتی را بر علیه سنیهای تندروی داعش انجام دادند بر اساس این بیانیه این عملیات با تکیه بر اطلاعاتی مبنی بر وجود مخفیگاه های عناصر داعش در ناحیه بهروز در استان دیاله انجام شده است این بیانی افزود طی عملیات جستجو درگیری های میان نیروهای امنیتی و سنی های تندرو رخ داد که به هلاکت یک تروریست انتحاری منجر شد که کمربند انفجاری خود را منفجر کرد در ادامه این عملیات دومین تروریست انتحاری نیز به هلاکت رسید قسمت های از استان دیاله در شرق عراق از کانون های اصلی فعالیت و حملات گروه تروریست داعش در این کشور به شمار می رود. به گفته کارشناسان فعالیت های خفته داعش در چند ماه گذشته در عراق افزایش یافته است بر اساس اعلام منابع نزدیک به نیروهای امنیتی عراق حدود 8000 تروریست داعشی همچنان در این کشور حضور دارند